در آیه 107 سوره انبیاء، و ما ارسلناک الا رحمتا للعالمین. ما تو رو نفرستادیم، اساسا اصل کل این پروژه رسالت تو هیچی نیست جز رحمت، حتی اونجایی که جنبه جهاد و خشونت میگیره همونم رحمت. چرا برای جهان رحمت؟ این خونریزی، این خونریزی از نوع جراحی است نه جلادی. فرق تیغ جراح و تیغ جلاد چیه؟ هر دو خون میریزن، هر دو درد ایجاد میکنن، هر دو گوشت و پوست رو پاره میکنن، اما یکی برای علاج و مداوای بشره، یکی برای صدمه زدن و نابودش. این رحمت، اون عذابه، این سعادت میاره و شقاوت. خیلی سریع میگه آقا جون اینجا خانه همه انقلابین جهانه، خانه دوم همتونه، ما پاش وایستادیم، ما تمام این حکومت ها رو میخواییم سرنگون کنیم، ما میخواییم هسته های نقاط کلیدی جهان رو ما میخواییم فرد کنیم. آره ما اینیم، ما الان باید توی درگیری های داخل آمریکا رنگین پوستا سیاه پوستا اونجا ما باید حضور داشته باشیم. خیلی زمینه هست. این ملت آمریکا به شما بگم اگر این بافت رسانه‌ای و ساختار سرکوبگر اینا یک کمی شل بشه، آمریکا یک کشوریه که به سرعت تجزیه میشه. من دو سه بار رفتم، یه همینجوری نمیگم، دو سه بار که رفتم آمریکا تو سمینارها با تیپای مختلف حرف زدم، اصلا یک لایه‌هایی از نفرت و تردید و بیگانگی در اونجا هست. متأسفانه پدر سوخته حکومت این مبارز رسانه‌ای و اینا کنترل دارن میکنن. باور کن ازم اگه یه مقدار شل بشه ازم میپرس، اگه فشارهایی که رو ما آمد در مقاطع مختلف مثلا همین سال 88 تو جاهای مختلف یک صدمش روی اینا بیاد، اینا متلاشی میشن. خیلی نفرت های عجیب غریب هستش به درست استفاده نمیشه، یعنی تمامش نداریم، ملاحظهش نداریم، نمیخوان دیگه دی نمیتونن، نمیدونم یک چند هزار آدم باید سرریز بریزی بیرون برن تو کشورهای مختلف پخشن، برن اونجا. اصلا شما رو نمیگم اونایی که جوان ترن برن ازدواج کنن، شما رو نمیگم برن ازدواج کنن، این جوونا برن از اونجا زن بگیرن بمونن زندگی کنن. اصلا وزید اول شما میدونی انگلستان با اهداف پلید، ما با اهداف الهی بودی کنیم، اون انگلیس تو قرن 19 با اهداف پلید سرریز جمعیتش، یعنی پلیدای جمعیتش نه پاکاشو، پلیداشو از تو زندونا با چاکچی دوست چند صد چند ده هزار چند صد هزار نه اصلا اضافه جمعیت داشت، اینا رو فرستاد به استرالیا، به آمریکای جنوبی، به جنوب آفریقا، چهار پنج تا کشور، همین استرالیا و کشور اصلا اینا درست کردن، نه همین انگلیسی بودن. میتونیم انسان‌های صالح، اینقدر جوانای خوبی داریم الان تو حوزه و دانشگاه که همش میپرسن چیکار کنیم چیکار کنیم. خدا شاهد اگه اینا درست مدیریت بشن، هزاران نفر یه آموزش‌های دو سه ساله ببینن و برن، نه برای کار منظورم نظامی حرفا، برن مثلا زندگی کنن، کارهای فرهنگی بکنن، نه حالا کار دیگه هم بشه بکنن، ولی برن برای حضور اجتماعی فرهنگی، انسان قوقا میشه. دعوت صریح به نبرد مسلحانه، جنگ چریکی و مسلحانه در سراسر جهانه، هر جا که مستضعفی هست ولو غیر مسلمان، این در پنج قاره عالم.